آیت الله مهدوی کنی ظهر امروز پس از بازگشت از مراسم ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دچار حمله قلبی شد که بلافاصله به بیمارستان منتقل و مراقبت ها و اقدامات درمانی انجام شد. رئیس جمهور ساعتی قبل با حضور در بیمارستان از آیت الله مهدوی کنی عیادت کرد و در گفتگو با پزشکان معالج از روند مداوای ایشان مطلع شد. آیت الله مهدوی کنی از چهره‌های به نام انقلابی فرهنگی علمی و دینی و دینی ما هستند در کشور، مورد احترام روحانیت و همه مردم هستند. خب برای ایشون آرزوی بعد از ظهر امروز آرزوی قلبی پیش آمده، بلافاصله ایشون رو به بیمارستان منتقل کردن. تیم پزشکی همه تلاش خودش داره انجام میده برای بازگشت سلامت ایشون. مردم و ما همه دعاگو هستیم که انشالله سلامت کامل ایشون برگرده و بتونه انشالله به خدمات خودش ادامه بده برای کشور و مردم. برای اطلاع از آخرین وضعیت آیت الله مهدوی کنی گفتگو می کنم با حجت الاسلام و المسلمین میرلوهی داماد ایشون. حاج آقا میرلوهی سلام، بفرمایید که وضع مداوای رئیس مجلس خبرگان الان در چه مرحله‌ای هست؟ حالشون چطوره؟ سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همه مردم شریف و مؤمن و با وفای خودمون سلام عرض می کنم و از همه اونها التماس دعا دارم و تقاضا داریم که انشاءالله در مساجد و در محافل دینی خودشون به این عالم بزرگوار و خدوم که عمری در خدمت قرآن و اهل بیت و انقلاب و امام بزرگوار بوده دعا کنن تا خدا انشاءالله لباس عافیت به ایشان مرحمت بفرمایید. انشاءالله. همونطوری که اشاره فرمودید ایشون امروز بعد از مراسم مرقد امام در خدمتشون بودیم، برگشتن منزل ولی بعد از نماز و نهارشون دچار عارضه ای شدن و ایشونو آوردیم بیمارستان. اطباء و همه خدمه محترم بیمارستان نهایت تلاششون رو دارن میکنن، دیگه تقدیر الهی باید انشاءالله رقم بزنه شفا و عافیت ایشون رو. از همه مردم، از مؤمنین، از علما، از همه مسجدی ها، از همه ارادتمندان به اهل بیت تقاضا داریم دعا کنن انشاءالله خدای متعال لباس عافیت بر اندام این عالم فرزانه و فقیه بزرگوار بپوشاند. از همه واقعا ملتمسانه تقاضا داریم آیه شریفه امن یجیب بخوانند و توسل به قرآن و اهل بیت پیدا کنند برای شفای ایشان.